شما بیننده تلویزیون پرواز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به برنامه این هفتهتون خوش آمدید. دوستان عزیز، تا حالا شده که شما دنبال بچه هاتون را بیفتید و پشت سرشون چراغا رو خاموش کنید؟ من که همیشه این کارو میکنم. و آیا تا حالا شده که شیر آب باز بمونه و همچنان شما دارین ظرف میشورید و شیر آب داره آب میره و همینجوری هم داره میره؟ یا آیا شده در یخچال باز کنید و دنبال یه چیزی میگردید یا یه شیشه آب برمیدارید که آب بخورید و همچنان در یخچال بازه؟ مهمان ویژه‌ای داریم امروز، خانم زهرا زاکر، که در مورد تمام این چیزهایی که من گفتم قراره با هم صحبت کنیم. زهرا جون، خیلی خوش آمدید تو برنامه ما. سلام، مرسی از شما و مرسی از اینی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. زهرا جون، در مورد Empower Me، در واقع Empower Me پروگرام، یک کمی توضیح به ما بده، هم من بدونم و هم بینندگان عزیزمون. برنامه Empower Me در واقع، اگر که ما بخوایم که اون رو به عنوان تحت لفظیش داشته باشیم، به معنای توانمند کردن هستش. برنامه Empower Me در واقع ما رو توانمند میکنه در بهینه‌سازی مصرف انرژی، تا مردم علاوه بر اینی که در نحوه مصرف منابع انرژی که در منازلشون دارن از قبیل آب، گاز و برق هزینه هاشون رو کاهش بدن، باعث میشه که منازلشون رو امن‌تر و راحت‌تر داشته باشن و همچنین هم تا $400 در سال میتونن هزینه های مصرف گاز و آب و برقشون رو کاهش بدن. این گفتی که $400، الان یه دفعه گوش من گفت بلینگ بلینگ، فهم کنم برای دوباره بینندگان عزیزمون هم همینجور باشه، چون در واقع سیف کردن برای ما خیلی مهمه که ما بتونیم یکم هزینه ها رو هم کم بکنیم. چطوری میتونیم ما این هزینه ها رو کم بکنیم از این؟ ما در واقع راهکارهایی رو که شما میتونین در مصارف انرژی شما صرف جویی بشه رو به شما میگیم و این در واقع یک برنامه آموزشی هستش که ما راهکارها و یک حالا به گونه بتونیم بگیم ترفندهای کاهش مصرف انرژی رو علاوه بر اینی که شما اونها رو در واقع، خب صرف جویی در واقع مصرف نکردن نیست، صرف جویی در واقع صحیح مصرف کردن هستش، ما در واقع این بهینه سازی مصرف انرژی هستش. از قبیل اینی که به عنوان مثال، هم اون مثال هایی که شما زدین در مورد اصلا اینی که بخوایم بدونیم از هر گونه از ترموستات منزل به چه صورتی استفاده بکنیم، بخوایم که آب گرم منزل ما چه دمایی رو داشته باشه، اینها در واقع ترفندها، راهکارها، اعداد، ارقامی که بتونه به شما کمک بکنه رو ما در اختیار شما قرار میدیم. سوالی که من برام پیش میاد و فکر میکنم برای بینندگان عزیزمون پیش میاد، شما اصلا تخصص چی هستش که در مورد تمام این چیزها میتونی برای ما توضیح بدی؟ خواهش میکنم. من لیسانسم شیمی هستش و فوق لیسانسم هم انرژی و محیط زیست هستش. من فارغ التحصیل مهندسی انرژی و محیط زیست از دانشگاه تهران هستم. خواهش میکنم. اول میکنم شما فقط هنرمند هستی. مرسی، واقعا اون در واقع کار جانبی من هستش که انجام میدم. هابی شما است. بله، در واقع هنر و موسیقی، خب همه دوستان در واقع به همچنین به این شکل فعالیت میکنن. هنر و موسیقی و ورزش من هم در واقع، هابی من هم رقص هستش و بسیارم بهش علاقه مند هستم. اصلا به من روحیه میده که من بتونم این کار اصلیم رو بتونم دنبال بکنم. و اینکه در واقع کاری که من 10 سال گذشته رو چه در ایران و چه در اینجا در واقع در این زمینه کار کردم، مقالاتی که توی این زمینه داشتیم با کمک اساتید، با کمک در واقع همکارانم و خب توی ایران توی بخش‌های صنعتی ما کار می‌کردیم، مشاوره‌های صنعتی می‌دادیم، در واقع ما یه برنامه‌ای رو داشتیم به نام صنایع سبز در ایران که به یه گونه به همین طریق مشاوره‌هایی رو در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دادیم و اینجا هم در واقع این مشاوره‌ها و این آموزش‌هایی هستش که به بخش‌های مسکونی، به هوم اونرها و کسانی که در منازل سکونت دارن این اطلاعات رو در اختیارشون قرار می‌دیم. چگونه این اطلاعات
اطلاعات رو در اختیارشون میذاریم، فقط که مطمئنن از تلویزیون پرواز نیست. بله خواهش میکنم. ببینید این برنامه، این در واقع Empower Me به همه زبانهای دنیا از سال 2012 در واقع این برنامه شروع به کار کرده و به همه زبانهای دنیا. خب به هر حال ما یک کشوری داریم زندگی میکنیم که مالتی کالچورال هستش و اینی که به همه زبانهای چینی، هندی و خب سال 2014 هم که در واقع به زبان فارسی فعالیتش رو شروع کرده و ما کلیه این برنامه هایی که از این راهکارهایی راه که هستش رو به صورت آموزشی و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدیم و حتی یک سری در واقع کیت هایی رو داریم که این کیت ها یک سری شامل یک سری، به عنوان مثال من گفتم که خب این آبی رو که شما استفاده میکنین، درجه آب گرمی که شما در منزلتون استفاده میکنین باید که چه درجه ای باشه. خب شاید شما سوال پیش بیاد براتون که خب من چه جوری متوجه بشم که این درجه آب گرم من چقدر هستش. من کارتی رو توی اون کیت ها برای شما میارم که اون در واقع با استفاده از اون کار شما متوجه میشین که دمای آب گرمی که ازش استفاده میکنید هر روز چند درجه است و آیا شما تا به حال به این فکر کردین که خب این اصلا چه درجه‌ای باید باشه؟ علاوه بر اینی که بهداشتی هستش و میتونه ویروس ها و باکتری های داخل آب رو از بین ببره، چه دمایی هم داشته باشه که حد استاندارد انرژی رو مصرف بکنه، یعنی آب گرم کنه. ما لازم نباشه برای آب برای گرم کردن این آب مصرفی ما بیش از حد لازم انرژی مصرف بکنه. اتفاقا صحبتی که میکنی جالبه، چون من این صحبت رو چند وقت پیش با پدر مادرم هم داشتم. اینا پول آب برقشون زیاد شده بود و اینا میگفتن که آره، بعد مامان من میگفتش که زنگ تماس گرفته بود با بی سی هایدرو، بعد میگفتش که ما اصلا خاموش بوده این، بعد روشنش کردیم. همین صحبتی که شما میکنی خب خیلی فکر میکنن که اگر اون ترموستات رو بکشن پایین و خاموشش کنن و بعد هر وقت که نیاز دارن روشنش کنن متوجه نیستن که اون انرژی که میگیره و روشن میکنه بله. همون چقدر برق میسوزونه. بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما تجربه جالبی رو داشتیم، یکی از دوستان میگفتن که من همیشه هر شب من میرم این در واقع درجه آب گرم کنمون رو همیشه میرم خاموشش میکنم. مثلا این آب گرم کنمون رو همیشه من میرم خاموش میکنم. نه این واقعا راه درستی نیستش و ما تمام این در واقع تکنیک هایی رو که شما اصلا رو چه درجه داشته باشین این آب گرم کنتون رو که بهینه بتونین مصرف بکنین و اینکه حتی ترموستات رو چه درجه باشه، چون ببینید اینها همه بدون اینی که ما خودمون متوجه باشیم از هر میزان انرژی که داریم داره برای ما به قولی پول میندازه. ببینید ما به عنوان مثلا ما به شما میگیم که اگر که درجه آب مثلا درجه ترموستات شما اگر که 4 درجه تفاوت دمایی داشته باشه، شما در سال میتونید که $100 ذخیره کنید، $100 سیف کنید. خب مثلا اینی که روز چه دمایی باشه که مناسب هستش، شب چه دمایی باشه، یا هر کدوم از ببینید ما در واقع یه اپوینتمنتی رو با شما در واقع بوک میکنیم 1 ساعت، یعنی شما برای هر کسی که میخواین باشم با شما تماس میگیره یا شما با اون خانواده تماس میگیرید و منزل اون خانواده میرید. بله این کیتی که گفتی رو میبرید، این کیت مبلغی هم داره؟ بله این ارزش $90 هستش. یعنی خانواده باید $90 بدن؟ نه ولی ما به صورت رایگان ما هدیه، چون این برنامه توسط بی سی هایدرو، فورتیس بی سی و سیتی کوکویتلام، سیتی ونکوور و سیتی سری در واقع ساپورت میشه، اسپانسر هستن و اینی که این در واقع هدایای این هدایای دولت هستش برای ببینید هدف هم در واقع این هستش که ما مترو ونکوور خودشو در سال 2020 میخواد خودشو به عنوان سبزترین و محیط زیستی ترین در واقع شهر دنیا در سال 2020 معرفی بکنه. خب حقیقتش هم همینطوره زهرا جون، به خاطر اینکه حالا کاری نداریم ونکوور یا بی سی واقعا بی خود نیست اسمش رو گذاشتم بیوتیفول بریتیش کلمبیا. دقیقاً خیلی هم بسیار زیباست. بنابراین نه تنها ما بایستی کمک کنیم برای بهتر زیستن و این طبیعت رو نگه داریم و قشنگ تر کنیم، بلکه خب تو جیب خودمونم و حال سیف میکنیم. دقیقا
قطعا همینطور هستش. خیلی از دوستان ببینید مثلا ما همینی که داریم وقتی که دندونامون رو مسواک میزنیم، وقتی که آب شیر باز باشه، اون آبایی که داریم میره، شما نگاه کن اینها داره دلارهایی هستش که داره در واقع عجیب شما میره، دقیقاً همینطور اینها داره دلار میافته. و یا اینی که نوع لامپایی که مصرف میکنیم اینها همه میتونیم خیلی کمترش بکنیم، یا اینی که حتی مصارف دیگه ای که ازش. ببینید ما از اینی که در منزل شما قرار میذاریم به خاطر این هستش که اپورتونیتی ها و فرصت هایی رو که در منزل شما هستش، چون خونه به خونه متفاوت هستش، عادت ها با عادت ها متفاوت هستش. ما و اینی که خیلی فورتیس بی سی و در واقع بی سی های رو اصرار میکنن به این قضیه ای که مطمئن باشن مشترک هاشون، کسانی که اشتراک بی سی هایدرو و فورتیس بی سی هستن، دارن فیس تو فیس دارن از این برنامه در واقع استفاده میکنن. یعنی اینی که ما به هر حال برنامه هایی رو داریم، سمینار هایی رو داریم، پریزنتیشن هایی رو داریم، ورکشاپ هایی رو داریم. پس ایونت ها این پاور می پروگرام پروگرامی هستش که آدم ها و در واقع تمام کسایی که احتیاج دارن که علم و دانش این رو پیدا کنن که چگونه میتونن انرژی رو سیو کنن، به این کار پرداخته. دقیقاً. و کمک میکنن که شما انسان ها رو در واقع آموخته. دقیقاً. یعنی نگاه کنید شما یک کار به قولی وین وین هستش. ببینید هم اینی که مردم همکاری میکنن که دولت بخواد که خودش رو سبزترین شهر سال معرفی بکنه، که شهر دنیا معرفی بکنه، و اون هم استفادهش رو باز خودمون میبریم. یعنی خب به هر حال ای کاش که ما تمام این ترفندها و راهکارها رو، ای کاش که ما همون تهران خودمون هم میدونستیم و به جای اینی که تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا باشه، الان یکی از سبزترین و بهترین، واقعا با توجه به این همه طبیعت زیبایی که ما داریم تو تهران خودمون، میتونستیم از این فرصت هم استفاده کنیم. خب حالا برای من توضیح بده زهر جون، برای حال کسانی که نمیتونن مثلا تو منزل خودشون این پروگرام رو ببینن و این کیت ها رو دریافت کنن، آیا ایونتی یا پروگرامی یا سمیناری هست که اونجا بیان و ببینن؟ بله، ما الان 3 می روز دوشنبه 3 می در واقع با همکاری تری سیتی ایرانیان کالچورال سوسایتی در واقع برنامه‌ای رو داریم برگزار می‌کنیم که یه ورکشاپی هستش به مدت یک ساعت و نیم که در واقع اونجا در واقع همه چی رو توضیح میدن. اصلا به شما میگیم که شما چند درصد از این بیلی رو که هر ماه دارین پرداخت میکنین، چجوری میتونین این رو کاهشش بدین؟ اصلا هر کدوم از این اپلاینسایی که شما در منزلتون تو آشپزخونتون دارین، کدومشون بیشتری مصرف انرژی رو داره و چجوری اونها رو کنترل بکنه؟ حتی دولت یک سری کمک‌های مالی رو داره در این زمینه به مردم میکنه. مثلا یه سری کمک‌های ویژه‌ای رو به صورت ریبیت در واقع مثلا می و جون آب گرم کنه. بله، اپلاینسای مختلف که به صورت انرژی استار هستن و به در واقع منطقی ترین میزان مصرف انرژی رو دارن، مردم وقتی که خریداری میکنن بهشون کمک های مالی میکنن. ما تمام این اطلاعات رو در واقع با زبان فارسی بسیار دوستان دور هم هستیم و اینی که با هم در میون بذاریم. ما چون وقتمون کمه زهرا جان و به خاطر اینکه اینقدر اینفورمیشن و اطلاعات زیاده، من فکر میکنم دوستان بهتر باشه که خودشون با شما یه تماسی بگیرن، وقت بذارن و شما تشریف ببرید منزلشون. حالا اگه بخوام با شما تماس بگیرن، به چه شماره میتونن تماس بگیرن؟ دوستان عزیز میتونن که یا به وبسایت ما مراجعه بکنن، empowerme.ca هستش که حتما زیر زمینیت شما مینویسیم. خب خیلی هم عالی. و یا با شماره تلفن 604-782-3903 تماس بگیرن و هر گونه اطلاعاتی رو که لازم دارن برای مصرف برقشون، اگر که ازن اینی که در واقع قبض برقشون زیاد هستش، زیاد اومده، یا قبض گاز یا مصرف آب، هر چیزی که هست میتونن که با ما در میون بذارن. سوال آخر من زهرا، خواهش میکنم. من و همسرم جفتمون شدیم یکی از حامیان انرژی سیویر. بله. و یکی از اسپانسر این برنامه در واقع این پاور می. بله. به ما لقب چمپین دارن.
چرا به ما اصلا لقب چمپیون دادن؟ این چمپیون از کجا اومده؟ بله، شما ببینید دوستانی که در واقع به این برنامه جوینت میشن و این در واقع ترفندها رو دریافت میکنن و این آموزش ها رو میبینن، عنوان چمپیون میگیرن، یعنی در واقع حامیان بهینه‌سازی مصرف انرژی میپیوندن و این دوستان در واقع کسانی هستن که با دید بازتری انرژیشون رو در منزل مصرف میکنن و اینی که راهکارها و تمامی مسائلی رو که در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیستمون هستش کمک میکنن. بسیار عالی. پس به دو نکته باید توجه کردیم، یکی این که جیب خودمون رو حواسش بهش باشیم دقیقاً و بتونیم که سیو بکنیم و هزینه ها رو بیاریم پایین، دو این که به محیط زیست کمک کنیم که دقیقاً همینطوره. من یک چیزی هم که اضافه بکنم، شاید خیلی از دوستان فکر میکنن که مثلا اینی که خب ببینید اینها واقعا ذره ذره، ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که داریم مالیات پرداخت میکنیم و هیچ کسی از ما نمیپرسه آیا شما میخواین مالیات رو بپردازین یا نه، درسته؟ واقعا این و اینی که حتی یک دلار 100 دلار، 50 دلار، 20 دلار، 30 دلار به نفعمون هستش که هم هزینه، هم در واقع هزینه های خودمون رو میتونیم کاهش بدیم و هم اینی که در واقع میزان دی اکسید کربنی رو که در طبیعت هستش رو میتونیم کاهش بدیم و همچنین حالا مسائل دیگه ای که انشاءالله توی برنامه های حضوری باشه میتونیم در خدمتتون باشیم. برنامه هایی میذاریم که بیشتر با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون برای دوستان هم این سوژه در این سابجکت جالبه که بیشتر بدونن. به هر حال خیلی ممنون هستم که مرسی. به استدیوی ما تشریف آوردید و این اطلاعات خیلی خوب رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتید. خواهش میکنم شهر جون، مرسی از شما. خواهش.